تیم هاکی روی یخ زنان ایران در سومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا با نتیجه 26-0 قرقیزستان را هم شکست داد تا سومین بردش را جشن بگیرد. همکارم علی مادی از تایلند محل برگزاری مسابقات با ماست. علی، با این پیروزی‌ها تیم ملی هاکی روی یخ زنان ایران از رقابت‌های سال آینده در سطح یک مسابقات قهرمانی آسیا قرار خواهد گرفت، درسته؟ درست پیام، قطعا باید از سال دیگه در سطح یک باشن، چون تیم هاکی روی یخ زنان ایران تو اولین دوره حضورش باید بگم واقعا شگفتی ساز شده. تو رقابت‌های قهرمانی آسیا تو تایلند تو سه مسابقه گروهی 63 گل زده، تنها یک گل خورده و از سال دیگه قطعا در سطح یک مسابقات قهرمانی آسیا. بازیکن تیم ایران اغلبشون سابقه چندین سال بازی ملی در تیم اینلاین هاکی یا همون هاکی روی اسکیت دارن در داخل سالن و در سه سال گذشته در سالن یخی ایران مال هاکی روی یخ از زمانی که روز شده اون سالن تمرین کردن و در مقابل بازیکنان تیم قرقیزستان که امروز مثل هندی‌ها نسبتاً بیشترشون مناسب رده سنی نوجوانان بودن در مقابل بازیکن ایران، به هر حال طوفان به پا کردن و تیم قرقیزستان که تیم جوانی هم بود به توپ بستن. ایران در ست اول 9 گل، وقت دوم 7 گل، وقت سوم هم 10 گل زد و 26-0 همونطور که اشاره کرده تیم ملی هاکی قرقیزستان رو که تجربه نخستش بود مغلوب کرد. فاطمه اسماعیلی رکورد زد با 9 شوت به دروازه حریف، 9 گل به ثمر رسوند و با 3 پاس گل رکورد جدید تو رقابت‌های این فصل هاکی روی یخ از خودش به جا گذاشت. تو این فصل از رقابت‌های فدراسیون جهانی در تمام دیویژن‌ها سطح‌هاش این تعداد گل در یک مسابقه توسط یک بازیکن به ثمر نرسیده بود. فاطمه اسماعیلی عنوان و نشان یاد بود بهترین بازیکن میدان رو هم گرفت. البته نگار خرم، اصل حیدری، بازیکن ایرانی سوئیسی دورگه ایران هر کدوم 3 گل زدن. الهام مدیر دهقان، حدیثه پور هاشمی و دیانا فرزامنه هر کدوم 2 گل، مژگان شاهسوان، آذین قارونی، اعظم صنایع، نگار ارجمند و یگانه بهرامی هم برای ایران 1 گل زدن. تیم ایران خب امسال در سطح 2 مسابقات قهرمانی آسیا قرار داشت با 3 برد به عنوان تیم نخست و هند هم با 2 برد 1 باخت 10 گل زده 17 گل خورده که همون 17 تا رو از ایران خورد به عنوان تیم دوم گروه به مرحله بعد صعود کردن. در گروه 1 که تیم‌های سطح 1 آسیا قرار داشتن، تیم‌های اول و دوم گروه یعنی تایلند و سنگاپور یک راست به نیمه نهایی رفتن، ولی تیم‌های اول و دوم گروه B که تو سطح 2 بودن ایران و هند به صورت ضربدری بعد حالا برن با تیم‌های سوم و چهارم گروه 1 یعنی مالزی و امارات بازی کنن. فردا پنجشنبه 14 اردیبهشت ماه ایران باید به مسافت تیم چهارم گروه 1 یعنی امارات بره. امارات با قبول 3 تا شکست بدون امتیاز 1 گل زده 29 تا گل خورده و تیم چهارم گروه 1 که حریف ایران هست در مرحله بعد. ایران در صورت پیروزی مقابل امارات راهی مرحله نیمه نهایی میشه، در واقع به جمع 4 تیم برتر میپیونده و در واقع در مقابل تیم‌های تایلند و سنگاپور باید بازی بکنه تا در صورت پیروزی در اون مسابقه بتونه در روز پایانی به فینال راه پیدا کنه. به هر حال تا همین الان هم تیم هندبال تیم هاکی روی یخ بانوان ایران گل کاشته و شگفتی ساز شده.